هیئتی به نمایندگی از دانشگاه الازهر مصر با سفر به شهر سامرا در حرم متحر امامین از کریین علیه السلام حضور یافتند. به گزارش پایگاه اطلاع آستان مقدس اسکریین این هیئت هدف خود از سفر به کشور عراق و بازدید از مراقد مقدس را نشر اصول و مبانی اسلامی رایزنی و هماهنگی تبرک جستن از مرقد متحر امامین اسکریین علیهما السلام دیدار با شخصیت دینی و نیز برپایی سمینار و همایش گوناگون بیان داشتند سید عبدالولی نصر الجعفری رئیس این هیئت با اشاره به پیروزی نیروهای عراقی بر سنیهای تندروی داعش گفت حضور ما در کشور دوست و برادر عراق یکی از نعمتهای خداوندی است خصوصا در این ایام که روزهای پیروزی و غلبه بر دشمنان است به یبزود ما قبل از این در ایام اربعین حسینی در شهر مقدس کربلا حضور داشتیم و عجایب روزگار را در آنجا دیدیم و اینک نیز به شهر سامرا و زیارت امامین از این علیه ما سلام شرفیاب شده ایم و چیزهایی را در این مکان دیدیم که دل را شاد و روح را خوشنود می کند. الجعفری در ادامه افزود، ما در این سفر نیکی، کرامت، سخاوت و محبت را نزد ملت عراق دیدیم که چگونه با تمام وجود از زوار اهل بیت پیامبر اسلام علیه السلام پذیرایی و به آنان خدمت می کنند و به نظر ما بر کشورهای اسلامی لازم است که نمایندگانی را به کشور عراق بفرستند تا بدانند اهل بیت علیه السلام کیستند و چگونگی خدمت کردن به آنها را بیاموزند او در ادامه با اشاره به آیه 23 سوره شورا افزود در روزگار ما مسلمانانی هستند که خود را با اهل بیت علیهم السلام برابر و در جاهایی حتی بالاتر از آنان دانستند و عاقبت این تفکر آلوده شدن دستهای این افراد به قتل جنایت تجاوز آواره کردن و نیز محو کردن یاد اهل بیت علیهم السلام بوده است رئیس هیئت علمای الازهر تصریح کرد دستهایی که برای اعمالی شنی مانند منفجر کردن مرقد متحر امامین از کریه این دراز شد رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و تمام مسلمانان را آزرد خاطر کرد ولی با همت بلند و تلاش های خستگی ناپذیر ملت عراق و نیز مرجعیت شیعه کشور عراق شاهد بست و گسترش امنیت عمومی است. وی در پایان سخنان خود از قدم های برداشته شده توسط مرجعیت شیعه و نیروهای عراقی تشکر کرد و گفت اگر این رشادت ها و فداکاری ها نبود اینک داعش در خوابگاه های کسانی بود که منکر این پیروزی های ارزشمند و واقعی هستند.